سلام به شما بینندگان خوب برنامه تاک شو از شبکه جهانی ITM. بخش نخست برنامه رو ملاحظه فرمودید که در رابطه با فوتبال بود و در بخش دوم دو مهمان بسیار عزیز دارم که فعالیت این دو عزیز، این دو چهره شناخته شده و محبوب بر کسی پوشیده نیست، ولی مدتی است از صحنه این تصویر جادویی دور بودن. ازشون خواهش کردم لطف کنن در نخستین برنامه تاک شو من در شبکه ITN مهمان برنامه باشن، که خوشبختانه محبت کردن. از یک مسافت راه دوری هم میان، ولی به هر حال خیلی ازشون تشکر میکنم. سرکا خانم مینا پورنگ با آقای هوشنگ پورنگ، دوست بسیار قدیمی. سلام به شما، بسیار سپاسگزارم که دعوت منو قبول فرمودید. مرسی. سلام عرض می‌کنم آقای سربند و همه هموطنان. من میتونم از شما خواهش کنم بلندتر صحبت کنم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان. مرسی. آقای پورنگ سلام ایرانی بچه‌هایی که بازی کردید، گل کاشتید با اینکه گل نکاشتید، گل کاشتید با اینکه گل نکاشتید. آقای هوشنگ پورنگ عزیز واقعا یک نویسنده بسیار زبردستی هستن، از روزنامه‌نگارای قدیمی هستن. ایده ها و سوژه هایی رو که معمولا مطرح میکردن در سالهای قبل در ایران پیش از انقلاب واقعا مطرح بود، یعنی این سوژه ها و ایده های کاری خبری و تبلیغاتی ایشون کارساز بود. و بعدم که تشریف آوردن به امریکا، ساکن شدن، از اروپا آمدن به امریکا، باز هم این روش رو دنبال کردن و تا مدت ها همین سبک کار ایده های نو در تخصص آقای پورنگ، سرکار خانم مینا پورنگ هم که با ایشون آشنایی داریم. سرکار خانم مینا پورنگ از چهره‌هایی هستند که در زمینه اقتصاد، در زمینه املاک بسیار فعالند، بسیار مطرحند و بسیاری از طریق سرکار خانم مینا پورنگ صاحب خانه شدند. الان دارن از نشستنشون در منزل لذت میبرن و چهره ایشون رو اگر دارن میبینن میگن دست درد نکنه مینا جون. خانم خیلی لطف دارین. البته شما تعریفی که از آقای پورنگ کردین که کاملا درسته. من بالای 30 ساله، البته این شانسی بوده برای من که جلوی دوربین اومدم، به خاطر اینکه خب در کنار آقای پورنگ بودم، ولی تقریبا بالای الان دیگه 30 ساله که در کار خرید فروش املاک و گرفتن وام، یعنی من اولین کارم در بانک کار میکردم، از اولین کارهایی که انجام دادم. شون بروکره. بله. و دیگه الان همیشه آقای پورنگ سن رو نگو، ولی امسال 52 سالم شد و دیگه بالای 30 ساله که این کار رو انجام کردم. هم کلاسیاتون اعتراض میکنن، میگن تو سن خودتون میگی سن رو. نه نه، اون کمتر از منم. یو سی آی میرفتن من سنم بالا رفته، برای همین اونا نرفتن، اونا همجون مونده. ولی خب اونا نرفتن، فقط مینا خانم رفت. بله بابا، دخترها بشه خانم کیه؟ سوت سماقی میگرده. در صورت خیلی ممنون از محبت که گفتیم. مرسی، لطف کردیم. تقاضا به حال منم از شما تشکر میکنم. آی پورنگ، این روزها واقعا شما وقت تو چجوری میگذرونی؟ بنده والا دو تا کار من دارم. یه کارم اینه صبح تا ظهر، بعد از ظهرم خرجیمونم ایشون. من جوانی هستم، خانه دار، دست پختم هم خوبه. بله. ایشون هم معتم میگه پورنگ بشین در آشپزی نگاه. یعنی که واقعا چه غذاهای مورد علاقه خانم پورنگه؟ کوفت میشون برای من بپزه، من میخوام چی؟ کوفت. آقای پورنگ نه آشپزی نمی کنه ایشون. نه آقای پورنگ، نه ایشون هرچی بپزه میخوره. اولا من به شما میگم درست، اینا کار خداست،
ولی آدمی که قلبش مال خودش نیست اگه دواشو به موقع بشندن بله نینا آنچنان دوای منه به موقع من میده که انگار با یه مشتری قرار خب مشتری من میده دیگه ولی من الان نزدیک 80 سالمه خدا حفظتون کنه خدا حفظ کنه خدا رو خب واقعا حالا در به طور کلی اهل این که بشینید خاطرات دوران زندگیتون رو کتاب کنید نیستی؟ چون به هر حال خوشایند بودن همیشه من میرم یه دفتر نو میخرم بعد میبینم خب که چی ولی اینقدر زندگی من متفاوته به همین رو عرض میکنم اینقدر زیباست زندگی من مگه مینا باز تشویقم کنه ولی واقعا میگم آقای پورانی به هر حال من بخشی از زندگی شما رو چه در روزنامه اطلاعات و اطلاعات هفتگی آقای پورانی رو در حتما میدونید اولین ایرانی روزنامه‌نگار ایرانی هستن که با محمد کلی مصاحبه کردم چقدرم صدا کرد دو تا آپولو من کاور کردم بله ببخشید خود دو تا آپولو نوشتم برای بله. دو تا بله 12 و 14 بسیار به هر حال میگم خاطرات و روزمره های پورنگ واقعا خواندنی است اگه شما یه وقتی مینه خانم اتفاقا دیگه دوباره از شما کمک خواست آه برای آقای پورنگ آقای پورنگ می نویسن من تمام برنامه‌هایشون رو که حدود شاید فکر کنم 500 یا 600 تا از اون نوارای بله، 3-4 اینچ برنامه‌هایی که بله. در لس آنجلس ثبت میشه بله، همه رو داریم برنامه‌ها بله. اتفاقا یکی از برنامه‌هایی که شما هم در اون بودین که یه گرد همایی بودش برنامه اطلاعات بله بله که شما برنامه مسعود بله بله بعد توی بله. یوتیوب گذاشتم بله. بله. من بعضی اوقات که وقت می‌کنم البته الان یکم سرم شلوغه به خاطر کار ولی وقتی وقت می‌کنم دوست دارم برنامه رو ادیت کنم و خیلی خوبه صحبت کوتاه می‌خوام بکنم بفهم صحبت کوتاه منم چون دلم بخواد راجع به بیزنس باشه بله اولا من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم که وطنشون رو ترک کنم بله حالا اومد و دست و بر قضا بسلیقگی کردید اومدید اومد آمریکا و به خدا اصلا اگه غیر از ما از کسی که خونه بخرید آقای پورن ما وام میدیم خونه برسون میخریم من میگم براو براو آقای پورن چند سال ایران رو ندیدید؟ من؟ هر شب آخه ایران من با ایران الان فرق میکنه نه به اهواز خوزستان ببین همش فرق میکنه من ایران خودمو ببین ما رو گریه ننداش آخه به خدا اوکی پران چون من هر شب سرم رو ایران میزنم زمین اوکی ای دیگه جای من میسونجا هیچ مشکلم ندارم هیچ که هم با یه پیرمرد پشفشو کار ندارم اختیار داریم اصلا جام اختیار داریم از این تلویزیون هم که راستشو بگم میخوان ایران نجات بدن بله همشون میگم که آقا لطفا شد و آقای پورنگ که و ویژگی‌های خودشون رو دارن مینا خانم یک مدتی در کار وام و مستعدات واقعا یه رکورد یه رکودی ایجاد شده بود ولی الان میبینیم یه روزنه‌هایی هست شما به طور کلی چه نقطه نظری دارین برای کسانی که میخوان در کار مستغلات وارد بشن در کار املاک میخوان وارد بشن ببینید به طور کلی همونطور که شما میدونین به خاطر اینکه ملک محدوده بله. مخصوصا در جایی که ما هستیم ما در کالیفرنیا جنوبی میدونین بله. که اینجا خیلی درخواست اینکه صاحب خانه بشن یعنی ملک محدوده واقعا اگه شما نگاه کنین به رکورد چندین سال پیش جمعیت اینجا چندین و چند برابر شده یعنی از موقعی که ما اومدیم به عنوان مهاجرین اینجا خیلی ها اطلاع دارن وقتی خونه خریداری میکردن اینجا خیلی قیمتش ارزون تر از اینی بودی که الان هست بله حالا درسته در کار خرید فروش املاک یه مقداری رکود بود ولی همیشه خرید فروش املاک به طرف بالاست فقط در هر از چند وقتی مارکت خودشو درست میکنه صحیح در حقیقت از سال 2010 به این ور مارکت به طرف بالا میرفته بله ولی به صورت بسیار نامحسوس وقتی مشخص بله. بله. مشخص نشده بله. پارسال تقریبا تا اواسط سال قیمت به بالاترین حد رسید ولی به قیمت به طرف پایین اومد بله درسته بانک ها دارن خونه هایی رو که ضبط
ضبط کردن، درست میگم ضبط کردن، بله، یواش یواش برمیگردونن تو مارکت و قیمت رو میخوان بالا نگه دارن. برای همین این که خیلی ها فکر میکنن که مارکت داره دوباره میره بالا و فکر میکنن که بریم خونه بخریم الان قیمت ها دوباره میشه مثل 3-4 سال پیش. بله. مارکت الان مارکت سالمیه. بله. و مارکت سالم بین 3-7% در سال باید رشد کنه. بله. برای همین از پارسال اواخر سال تا اوائل امسال مارکت خودشو درست کرد. بله. به طرف پایین اومد، الان ساید داره میره، یعنی نه خیلی بالا داره میره نه خیلی پایین. بله. بهره ها بسیار بسیار کمه. یعنی افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن براشون خیلی خوبه. افراد خارجی وقتی از کشورهای دیگه دارن میان، میتونن وام بگیرن. وام هایی هست که نمیتونیم وام های امریکایی بگیریم، باید از وام هایی باشی که سرمایه گذارانشون آسیایی هستن، ولی میشه وامو گرفت. وام هایی هست ولی باید 30-40% بذارن. بله. میتونن وام بمونه افراد خارجی بگیرن. صحیح. ببخشید منظورتون از افراد خارجی خود. ببینید شما وقتی که من که مثلا سیتیزن هستم. بله. شما که سیتیزن هستین و اگر بخواید وام بدون مدرک درآمد بگیرین، دولت امریکا یک قانونی گذاشت در سالهای 2008، پرزیدنت بوش گذاشت، به خاطر اتفاقاتی که افتاد، که یک شرایط به خصوصی گذاشت برای وام‌هایی که فروخته میشه در بازار، که دیگه تقلب نشه. و این مثل یک درس بزرگی که نمیشه تو دیتیل داد، فقط اینطوری براتون بگم که هر وامی که الان خرید و فروش میشه در بازار، فروخته میشه به جایی که واقعا دولت 60% اختیارشو داره، پس شرایطش دولت میذاره و دولت بسیار سختگیری میکنه. ما الان به غیر از اینکه بروکر یا اون لایسنس خرید و فروش داریم، لایسنس برای وامم باید بگیریم. یعنی من این لایسنس رو گرفتم. نه، بدون لایسنس دیگه نمیتونین این کارو انجام بدین. مگه قبلا این کارو میشد؟ بله. بله، هر کسی میتونه سو کار وام بره. ولی الان باید لایسنس، باید لایسنس داشته باشه. و خیلی هم خوشحالم این اتفاق افتاد، چون ببینید این کار با زندگی همه بازی میشه. یعنی این اتفاقی که افتاد به خاطر تقلبای بسیار بزرگی بود که انجام شد. بله. برای همین به طور کلی اگر شما سیتیزن هستین و میخواین وام بگیرین و وامی میخواین بگیرین که بدون مدرک درآمد باشه، شما در منطقه جایی میافتین که وامی بهتون میدن که باید خونه‌ای باشه که در اون زندگی نمی‌کنین. آها. شرایط نمی‌کنین. نه، بله. اگر خارجی باشیم با عنوان خارجی بهتون وام میدن. آها. که اونو بیشتر بانک‌هایی که باشون ما کار می‌کنیم، بانک‌های آسیایی هستن. آها. بانک‌های آمریکایی این کارو انجام نمیدن، چون باید فروخته بشه در بازار دوم. ده. به یه جا که کنترل باز دست دولت امریکا. جالبه. بله. و این بانک ها مورد تایید دولت امریکا هم؟ خیلی بانک هایی که میان اینجور وام ها رو به خارجی ها میدن، اونا بانک های خارجی هست، بانک هایی هستن که آسیایی ها هستن. و به یاد منظورتن داشتن از آسیایی دامنه فعالیتشون در امریکا هست یا نه دامنه فعالیتشون در خارج؟ پول از اونجا میاد، از آسیا مثل چین یا جایی که پول دارن. و به یاد داشته باشین دفعه قبل که مارکت اومد پایین، 50% از سرمایه های اونا بود که از بین رفت. ولی باز تو این بازار هستن. پول چینیه مثلا؟ بله. بله. پول زیاد، خیلی زیاد که آوردن. خوب. و از دستشون هم دادن پولشون، ولی بازم اومدن تو این بازار، برای اینکه به این نتیجه رسیدن که الان ببینید الان وضع اقتصاد اقتصاد دیگه به امریکا ربط نداره، الان دنیا همگی شده با اینترنت، گلوباله، جهانی. یعنی شما بله جهانی. وقتی یه جایی اتفاقی میفته مثل ظروف مرتبط، آقای پورنگ یه برنامه داشت خیلی وقت قدیم، گفتن یه جایی که یه کسی کورس نمیشه به اینجا سرایت میکنه. قبلا اگر 20 سال طول میکشید، الان فوری سرایت میکنه. وقت من خریدار با توجه به اینکه اشاره فرمودید که این سرمایه گذاری از طریق بانک‌های آسیایی انجام میگیره، من خریدار آیا در مخاطره میفتم اگر دوباره اینا خواستن یک موقعیت اقتصادی بدی براشون پیش اومد؟ نمونش که مثال زدین چند. بله. من شرایطم در این خیلی به خاطر اینکه شما اونا دارن ریسک میکنن. آه. شما دارین 30% میذارین یا 40% میذارین، اونا دارن 60% به شما وام میدن. آه. تا وقتی که شما طبق قرارداد پرداخت میکنین پولو بهشون، شما دارین بهشون یه بهره میدین و بهرهشون هم خیلی بهره بدی نیست. بله. ولی مثلا ما با اون بانک ها نمیتونیم به عنوان کارگزار بانک کار کنیم. صحیح. ولی من میتونم بهتون بگم به کسی که از ایران مثلا میاد. بله. وقتی پولشو میاد، پولشونو اجازه میدونه که باید بگیرن، پولشونو میارن
وقتی پولشون رو میارن و اجازه میگیرن میارن پولشون اینجا بخوان سرمایه گذاری کنن، من اصولا معرفی میکنم کسایی هستن که تو اون بانک ها کار میکنن. ما چون زیر لایسنس دولت آمریکا هستیم، ما به ما لایسنس میشه گواهینامه امریکا رو داریم. من اجازه ندارم زیر میزی یا با اونا غیر مستقیم کار کنم. من کارمند با گواهینامه با آمریکا کار میکنم. ولی میناخونه به اشاره فرمودید کسی که از ایران میاد، معمولا کسی که از ایران میاد باید سوشال سکیوریتی داشته باشه. نه خیر. بله. نه. و از ایران به خاطر اینکه شما دارین میگین به خاطر اینکه کشوریه که باهاش کار نمیکنن. ما داریم راجع به آوردن پولشون داریم صحبت میکنیم. راجع به دو تا موضوع مختلف صحبت میکنیم. اگر کسی بیاد و 40% بذاره کاری ندارن به شما. چون اونا به عنوان خارجی به شما میدن. سوشال سکیوریتی نمیخوان. 40% از شما پول میگیرن به عنوان خارجی. ولی اگه کسی گرین کارت داشته باشه چه پولی میگیرن؟ پیشخست خونه. خونه که میخواید بخرید 40% کی میگیره؟ همین بانکای آسیایی. بانکای آسیایی هم هستن. یعنی مثلا وقتی شما میگن برای خارجی ها مثلا میخواین سرمایه میون خارجی به عنوان خارجی. خب اینایی که گرین کارت دارن بله شامل این بله پروژه بله. میشه. اگر سوشال سکیوریتی نداشته باشن به عنوان خارجی شامل این پروژه میشه. اگه داشته باشن سوشال سکیوریتی اگه داشته باشن به طور کلی باید یک کاری داشته باشن و کارشون هم باید در جایی باشه که دولت امریکا به رسمیت میذاره. یعنی اگر با ایران مثلا دولت امریکا بتونه شروع کنه به کار کردن دوباره، چون الان کار نمیکنن با هم مشکل دارن. بله. اگر با کشوری باشه که کار میکنه، مثلا اگه یه ایرانی در انگلستان کار داشته باشه و بیاد نشون بده که در انگلستان کار داره، فقط نشون بده درآمد بالا نداشته باشه، اینا باز قبول میکنن. خانم پورنگ، مینا خانم، چه مواقعی آقای پورنگ شما رو کاری میکنن که شما عصبانی میشید؟ ببینید آقای سبربند به طور کلی نه، من ببینید آقای پورنگ، من با آقای پورنگ به اندازه‌ای که تو کار وام و ریل استیت بودم بیشتر از اون با آقای پورنگ بودم، برای اینکه من خیلی جوان بودم وقتی آقای پورنگ دیدم. بالای 34-35 سال الان با آقای پورنگ هستم. یه جورایی هستم. چیه خانم؟ هستم، معذرت، هستم. درست کنم؟ بله. و آقای پورنگ، ببینید خب در کنار هم آدم که پیر میشه، در کنار هم پیر شدیم، میدونید. برای همین بابا 28 سال جوان بود، الان هم سنی بیشتر برای سلامتشون نگران. واقعا درست میگی. آقای پورنگ دوست بسیار خوبی هستن. آقای پورنگ نویسنده بسیار خوبی هستن. تردیدی نیست. شوهر بسیار بدی هستن، ولی اشکال نداره، چون یعنی چیزایی که هست از نظر رفاقت و از نظر کار کارشون عصبانیتی نداره. ببین سخت زندگی بسیار سخته. آقای پورنگ زندگی رو خیلی راحت‌تر میگیرن از من. من یکم سخت‌گیرترم، بخاطر اینکه خب بچه‌ها رو باید بزرگ می‌کردم، سر کار باید باشم. به طور کلی من آدم بسته‌تری هستم. آقای پورنگ خیلی اوپنن و یه جور دیگه. ولی واقعا نوشته‌هاشون آقای اثر بود. خیلی من نوشته‌هاشون رو دارم که خیلی جوان بودم که نگر داشتم و واقعا نوشته‌هاشون دقیقاً یکی از گرون‌ترین روزنامه‌نگارای ایران بودن. بله. این حقیقت بود. من اینا رو نبودم. حق و تحریری که آقای ارمنقی کرمانی به ایشون میداد به هیچ کس نمیداد. و این این واقعیت. یادش بخیر. واقعا یادش بخیر. آقای پورنگ در مقابل گفته‌های سرکار خانم پورنگ که سرکار یک شوهر بسیار بدی هستین چی بعد لازم میگفتید. بچه‌چیه؟ بعد یعنی چی؟ مثلا یه بار من با آقای پورنگ یک بار گفتم برن خرید کنن، یک بار گفتم برای بچه‌ها قرار بود شیر بخرن، رفتن برای من شیر بزغاله خریدن. یعنی شما تو امریکا دیگه بیشتر میگو من نمیدونم چی کار باید بکنم، هیچی راجع به بچه ها نمیدونن، هیچی راجع به شیر بز میگی. بله رفتن شیر بزغالی گرفته بودن. نه واقعا آقای پورنگ، یک همسر به این خوبی، یک همسر به این آگاهی، مختص اقتصاددان، همکاری کم میکنیم با ایشون. همکاری میگم در کار منزل کم دارید با ایشون. من الان میدونید چون زیاد عمل جراحی کردم شکمم صداشو میشنم، گاهی فکر کنم یکی داره با من حرف بزنه، از این پوست نازک شده. یه شب من شنیدم این شنیدم بودم تنکیو، میدونم باید پایین گفت تو به کی میگی تنکیو؟ بودم نمیدونم.
به خدا خیال میکنم که داره با من حرف بزنه. از بس زندگی از نظر من چیه؟ بله. زندگی از نظر من جوک. دروغه؟ جوک. جوک. ولی خب یعنی الان در این شرایط سنی که اشاره فرمودید 80 سالتونه اینو میگید یا اینکه نه از 79 سالتونه؟ بله. الان که شما الان 79 سالتونه به این نتیجه رسیدید یا اینکه نه واقعا از سالهای دور فکر میکردید زندگی یعنی جوک؟ ببین عزیزم جا من یه بچه ننه بودم. سعی بچه ننه تک فرزندی؟ نه خیر بچه ننه بودم. بچه ننه بودم یعنی آخرین فرزندی؟ بله نه با. نه خیر آخرین فرزندم که مهریه. مهری بله میرنگیز کار بله میفهمیدی من نمیدونم چی میپرسی شما. گفتم که شما گفتیم من یعنی میخواید بگید همینجور خل بودم از نه آقای فرانی تو رو خدا این حرفا رو نزدیم تو خواهش میکنم تو رو خدا نه شما میگین که من بچه ننه بودم من بچه ننه یعنی بودید که زندگی جوکه. نه 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 بچه ننه بودم برای اینکه مادرم خیلی من دوست میداشت. آه اوکی میگن بچه ننه ایشون هم بچه ننه بود اصلا بچه خونوادگی دوست میداشتن. اون ترانه معروف مینا ناز داره مینا بله اصلا از اونجا شروع شده. این مال مینا خانم. و اما جان آقای سپهربند مسئله که ما امروز داریم بیزنسه. دقیقا بیزنس. شما اصلا دیگه اون حوصله یا اون وقت رو ندارید برای سلوگان؟ برای چی قربون؟ برای اون شعارهای تبلیغ. برای بله بله نه چرا؟ خانه همیشه با وام بهتر میتوان خانه بهتر خرید. همیشه با وام بهتر میتوان خانه بهتر خرید. شب که میشه هیچ جایی کاور تهران نمیشه. در برای آوی چی بود؟ در یه سلوگان برای آقای حکاکیان درست کرده اینه که آقای وام. آقای وام من گذاشتم. بله بعد یه رفیقی هم داشتیم که ایشون با یه گل بهار. نه نه اون بود اون معروفه بله. خیلی من شعار درست کرد میدونم خیلی هاش یه گل فروشی بود که مرتضی قرار بود آهنگ روش بسازه. آقای مرتضی برجسته. بله بله تو بو گلخانه بیا. اسمش گلخانه بود. بله پول خوبی هم بباده. تو بو گلخانه بیا من تو را شاخ گلی خواهم داد که دلاویشترین عطر که صفا از دل ایرانی لطافت از عشق به دلاویشترین عطر گلخانه حافظ داره. تو به گلخانه بیا. شلوغ شد. چطور میشه آقای پونه این سوژه ها میاد؟ یعنی شما واقعا در خلوت خودت موقع فرد بفهمید رانند بسیار 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 آدم فنتیکی هستم. چطور آقای پوران؟ و بسیار 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 خداشناس. حقیقتش یعنی من تا شب یه مش با خدا لاست نزنم نمیخوام. این لاست شما چیه؟ قربون صدقش میدم به خدا قربون صدقش میدم. یعنی اینقدر این نازنینه اینقدر ما رو دوست داره ما نمیفهم. تمام این صحبت هم که شما از بدترین جاسون آویزون میکنن برای آدم های عامی گفتن که اونا بترسن. آها. ولی خدا پدره و پدر مهربونه. خیلی هم بسیار عالی. خب خانم پورنگ واقعا توصیه شما به عنوان یک کسی که در بروکر هستید و الان هم که لایسنس برای وام دارید لایسنس برای املاک و مستغلات ریال استیت توصیه شما به طور کلی برای خریداران چی هستش؟ چگونه میتونن جایی رو انتخاب کنن که آینده داشته باشه؟ یه آینده برای پیشرفت برای عرض کنم که یعنی در مقابل سرمایه گذاری که برای ملکی رو انجام میخوان بدن میدونن که یه آینده بهتری برای برشون هست. ببینید آقای سپهربند اولا تعادل در هر کاری بهترین چیزه. یعنی کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه وقتی که یه دفعه شروع میکنن و اکسپند میکنن چون یکی از ایرادایی که سرمایه گذاری وجود در سرمایه گذاری وجود داره اینه که بعضی اوقات آدم یک شخصی من گفت وقتی که آدم بیشتر از اون که چیزی که چشش میتونه ببینه بگیره میتونه خودشو در سر بندازه. از نظر منطقه و از نظر جا
خب خیلی مهمه وقتی یک کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه یک آشنایی داشته باشه بله. به حرف این اون نره. آها. مخصوصا اگر از جاهای دیگه میان، مثلا خیلی ها از کشورهای جای دیگه میان و واقعا اطلاع ندارن، مثلا میان میگن ما شنیدیم مثلا قیمت خونه شده 100,000 دلار. درسته، ولی جایی که قیمت خونه 100,000 دلاره مثلا در جایی که زندان بعد اینجا بغل دستشه، میدونی نمیتونیم بریم اونجا. یا زمین، مثلا الان من زمین برای فروش هست، یکی از مشتری ها میخواد بفروشه 25,000 دلار یا 30,000 دلار 10 هکتار زمین، ولی نشون نمیده که این جای خوبیه. جای دور افتاده و خیلی وسط بیابونه. بله. برای همین خیلی مهمه که شما کسی که انتخاب میکنین، خیلی هم هستن، انقدر بروکر خوب هست، انقدر افراد زیادی هستن اینجا که الان کار میکنن، مدت زمان زیادی کار میکنن، میتونن که بپرسن ازشون. و به طور کلی تو سرمایه گذاری در هر موقعی خوبه، به شرطی که شما از نظر مالی پشتوانه مالی داشته باشین و راحت باشین وقتی که میایین جلو. یعنی خودتون رو با فشار تو این کار نندازین. صحیح. خب بعضیا اصولا شما که با هم جامعه کشور میزبان همکاری دارید با ملیت‌های مختلف، اصولا ما ایرانی‌ها در رابطه با املاک چه نقطه نظرهایی از شما دارید؟ نمی‌دونم سقفش بلند باشه، بالکنی باشه، رو به پارک باشه. ایرانی‌ها احساساتی هستند خیلی. آقای سفردان، ایرانی‌ها وقتی که ما با هم میریم خرید می‌کنیم، بعضی اوقات فقط به خاطر اینکه یه گل یاس تو حیاط می‌بینن و یاد ایران می‌افتن خونه رو می‌خرن. بعضی اوقات فرششون باید اونجا جا بشه. یعنی چیزایی که دارن یه فرش نمی اتاقش باید حتما سر عقد بهش داده بودم که فرش من باید جاش اینجا باشه. ایرانی ها احساساتی هم خیلی زیباست. ایرانی ها من باشون که کار کردم آدم فامیل میشه باهاشون، برای اینکه انقدر مهربونن آدم نمیدونه. یعنی من بعضی اوقات باور کنین الان مشتریای من بعضی که مثلا میرن ایران رو برمیگردن میگن ابلیگیتن، هر دفعه میان مثلا یه زعفرون برام میان میگن امریکایی مثلا یه خدافظ شما تمام میشه دیگه میره. ایرانی ول نمیکنه، میمونه، مهربونن، بسیار مهربونن. و من البته برنامه اول شما سال من هم اینجا واقعا تشکر میکنم از 32 سال که باهاشون کار کردن و اینقدر مهربون با من، خیلی مهربون بودن. بله خیلی با من خیلی لطف داشتن. البته سرک خانم میرا پورایی برنامه اول من در آیتینه، بعد دامنه فعالیت من شما میخواستم از اون تشکر کنم که جز اولین برنامهاتون اینجا خواهش میکنم. حتی آقای پورنگ و شما داشتین سوال میگنید، من گفتم آقای پورنگ بعد هازبن گفتم کردیت دارم بهشون میدم، گود فرند، ولی واقعا رفیق خوبیه. بله من و آقای پورنگ رفیق خوبی هستیم، بست فرند. کار ایشون هم الان جواب ندادن، کار ایشون بیشتر میدونی که استارباکس میشینن، دوست دارم اونجا. من گفت چرا نگفت قهوه خونه دیگه. خب میدونم این قهوه میگم استارباکس قهوه خونه اونجا با مردم اینترویو میکنن رو فیسبوک. قشنگه. آقای پورن چه ساعتی میرین قهوه خونه یا استارباکس؟ من هر وقت پول داشته باشم این پول باید تموم شه. صحیح. پولم دارم اونم درست. خدا رو شکر. خدا رو شکر دیگه، واقعا خدا رو شکر. ما طلبکار که نیستیم از زندگی. آقای پورنگ میخوام یه برگردیم به روزهایی که شما در ناراحتی قلب داشتید و خیلی مضطرب بودید، خیلی دلنگران بودید. از اون روزها من فقط دلنگرانی به این بود دو تا بچه کوچیک داشت. آها. و برای مینا. درست. الان ماشاءالله مینا یک کلمه شیره زنم خوشم نمیاد. یک زن حسابی خانوم محکمیه. من متزلزل هیچ وقت گفت وقتی که من هستم اینم خودم برای خانوم هایده گفتیم برای خانوم هایده گفتیم برای که سرزش گفت وقتی که من هستم مرگ نیست. وقتی که مرگ هست من نیستم. پس این دوتا زنانی چرا ازش بترسیم؟ یعنی اولا ایرانی ها یه چیز باید یاد بگیرن، نگن اگر من مردم، بفرمایید وقتی من مردم. خواهش میکنم اگر یعنی چی برد؟ اگر بیدن چی؟ یعنی اگه من اصلا مردنی نیستم، اگه مردم مثلا قمر خانم اگه مرد، پروین خانم اگه مرد،
اگه نداره. وقتی من مردم، وقتی که من مردم این درسته، چون ایرانی ها میگن اگر، چون نمیمیرن از قرار. من همین هم 70 میلیون شد 35 میلیون. من میتونم از اینجا به کسی اظهار ارادت و عشق کنم؟ تقاضا دارم بفرمایید. خواهش میکنم به شهبانوی نازنینم سلام میکنم. سلام دیبا. بله بسیار عالی. این میتونم پوزم بدم. بیمارستان که بودم ایشون برای من یه سبد گل فرستاد. آه بسیار چه زیبا، چه زیبا. خب خانم پورنگ عزیز، بفرمایید که دفتر شما کجاست؟ چه ساعتهای این به اصطلاح آفیس شما فعاله؟ آقای پورنگ میان در دفتر؟ بله من میان، ولی از فردا بیشتر. آقای پورنگ دفتر من همیشه میان ایشون. البته واقعا آقای پورنگ منو خیلی پروموت کردن. بله برای کاری که داشتن. حقیقتا حقیقتا. و خیلی من به شما تبریک میگم که این واقعیت رو همیشه میگی که آقای پورنگ در ارتباط با مسئله تبلیغات، در ارتباط با پروموت کردن شما واقعا سنگ تمام داشت. به قول ابجکشن اعتراض دارم. بفهم برو. اگر خود ایشون عرضه و لیاقت نداشت، امکان نداشت من بزنم کاری بکنم. تعارف نمیکنم. به هر حال اون کبریتی که شما روشن کردید سبب شد که ایشون و بعد انصاف داره. انصاف داره، ما ریفرال زیاد میگیریم. و دفتر اصلی من توی ایرواینه، ولی خب من مدت زمان بسیار طولانی در ولی زندگی کردم. من خیلی از کسایی که کلاینت هم تو ولی هستن. بله. خیلی ها در لس آنجلس هستن. بله. من الان 3 تا یا 4 تا ایجنت هستن که برام کار میکنن. بعد از اینکه خونه ها رو نشون میدن، من خودم میرم خونه رو میبینم. آه. که مطمئن بشم خونه خوبی هستش و بعد کمکشون میکنیم برای وام. گلنار درسش تموم شده ولی میاد تو گلنار یکی از دخترش دختر بزرگمه. بعضی وقت میاد کمک میکنه تو دفتر با هم هست اونجا. بله. و 3-4 تا دیگه جوان دیگه هست. آهو. دفتر کار آهو. آهو آهو تو کار پدرش بیشتر دوست داره، میخواد بره تو کار سینما و سینما و پروداکشن میخواد بشه. البته درسش داره هنوز میخونه. بچه‌ها بزرگ شدن. برای همین آقای سروان ما 7 روز هفته کار میکنیم تا وقتی کار باشه. بله. و خب نمیتونم بگم 24 ساعته ولی خب من بعضی وقتا ساعت 10 شب تو دفتر هستم. به خاطر اینکه بله آقای پورنگ اگر شما در خونتون این تحرک نبود بله. من امشب آقای پورنگ اگه من بیهیف کنم اینجا و دریوری نگم، من یه شام خوب از 100% آقای پورنگ، 100% آقای سببند هم باید تشریف بیارن حتما. ولی فیلم منیون رو چشم. ولی روزی رو خدا میرسونه. یک اول از همه آقای روزی، ما یه دفعه ما گفتیم میشه که حق بایستان کنیم. آقای پورنگ روزی رو خدا میرسونه. خجالت میرم این نفرسی. درصد من آقای پورنگ شوخی میکنم. درصد هنوز اون به اصطلاح چطور بگم، مردمی بودن و عرض کنم شوخ بودن. بل. و مزاح و آقای پورنگ آخه ما اومدیم جلو دوربین. بل. مردم که ما گریه بدیم. نه بل. ببینید آقای سروان، به طور کلی من اینطوری بهتون میگم، در امریکا در جایی که ما هستیم به طور کلی ما همکاری کردیم مدت زمان طولانی. بل. من درست کار کردم ولی آقای پورنگ منو پروموت کردن. بل. زندگی رو با هم ساختیم اومدیم جلو. خدا و ایشون لطف دارن که میگن مینا میره کار میکنه خرج ما رو میده، ولی این حرفا درست نیست. و ایشون هم خیلی آدم چیزی هستن، آدمی هستن که خواهش میکنم نکن. چیزی نه خواهش میگم بپرسم اینا میدونه چی. نه خواهش میکنم نکن. خواهش میکنم. ایشون هم آره. بله. ولی اصلا حواس منو پرت کرد. نه داشتین تعریفشون ایشونو میکردین. بله. نه باید تعریف میکردم. بله. در صورت همین خواستم فقط این کلیر باشه که هی چیز نکنن. من میام اینا این کارو میکنم. اینا اینجا سن آدم که میره بالا از گوشش پیچک میاد بیرون، ابروهاش جوری میشه. این حالا چیکار بزنم آقای چیکار با این دیگه که من می‌خواستم باور کنیم مینا خانم، خدا شاهد ما خب خدا بیامرزه آقای نورالدین ثابت ایمانی صبح و امروز صبح که به اون موقع سالهای
دو قبل از که ماه برا بشه در KSCI کانال 18 که همین این رو برنامه داشتن در اون کانال، از جمله خود آقای حمید شبخیز هم اتفاقا برنامه داشتن در کانال 18. یک کوچه بود پشت استودیو وقتی که ساعت 8:30 برنامه تموم میشه، خب من برای کار آگهی های خودم میرفتم، آقای پورنگ هم همینطور، بعد آقای قایب افشار برای گرداندن برنامه بود، آقای زنده‌یاد نورالدین ثابت ایمانی هم برای اخبار و وقتی برنامه تموم میشه یه کوچه بود، یعنی مثلا ساعت 8:30 بود، ما تا ساعت 10:30 پشت کوچه از آقای پورنگ و مزاهاشون یک ساعت چون ما برنامه ایشون نقل میکردم و ما میخند اصلا نمیشد اون روز آقای پورنگ نباشه. بله یادش بخیر آقای پورنگ. خاطرات بسیار زیادی رو دارم. از آقای قریب افشار چه خبر داری؟ آقای قریب افشار والا من بشکرم چرا ترک شدی؟ گفت امکانات نبود. آقای قریب افشار اتفاقا تماس میگیرم با آقای پورنگ در تماس. بله بله. میگم مخواد 80 سالگی من گفته فیل هوا کنه. امسال آقای پورنگ 80 ساله میشه. چه ماهی سپتامبر سوم سپتامبر سپتامبر 1935 بنده به دنیا اومد. بسیار عالی. 1900 میگم بگوش چند سالشه؟ نه خیلی پیرن آقای پورنگا. 80 سال خیلی عمره. ماشاءالله ببین 5 تا عمل قلب بوفنهارس 5 دفعه، بله 4 دفعه برای میدونید که والواشون عوض کردن، بعدم پارت ترانسپلنت. بله ماشاءالله هیدیت فر آقای پورنگا. ماشاءالله ببین شما نمیدونید بیهوشی چقدر خوبه. بیهوشی میگن چقدر خوبه. خدا ببین من به جان بچه هام من سو تخت بیمارستان عشق میکردم. ما اون پشت داشتیم میمارم. من به چیز میگفتم به دکتر بیهوشی مونم ببین من میخوام من مقاومت کنم بیهوش نشم. گفته میزد من میمارم. آقای پورنگی نمیگم خیال من میرفتم عیادتشون یه دو گفت من سوگوانش گفت من یه کلک زدم امروز گفتم برام سیراب شوردی رو بله تو تخت بیمارستان اول قبل. نه این اونجا ببین اونجا من آدمای هستن که دارکن. بله دارک این دارکام اونجا بودن. من این دارکر میگم ببین برو فلان جا می نوشتم اینو بگیر ولی مارکدار نیار، بذار تو این پاکت‌های قهوه‌ای. یه دفعه هم کله پاچه داشتم می‌خوردم. صبح من داشتم کله پاچه می‌خوردم 20 لوله من. یکی هم استخدام کرده بودم. یکی هم استخدام کرده چجوری؟ یه یاروی این وسط خیابون گشنش میشه. بله. میز رو قش می‌کنه. بله. اینو میارنش امرجنسی روش بالا با همیت خیابون بود استخدامش کرده. آره بالا این اومد بالا گفتم تو یه مصاحبه فوری باش کنم من اتاق من شد فهمیدم این بام گفتم تو این رو ردت میکنم ولی من استخدامات میکنم. گفت چجوری؟ گفتم دستکش برو بخر این 20 دلار بگیر دستکش بخر صابونم بگیر بیا اینجا چلو کباب هم میدم میورد بگنم حالا این لوله ها دست من بود سماق مال به این خوب به همش بزن با دستکش به مالش به هم بزن من همیشه این چرا داشت کله پاچه داشت دهنم که دکتر من اومد تو خدا دکتر من آقای دکتر هوشنگ رجایی ریزی انسان کاردیولوژیست بسیار متخصص خیلی تعریف ایشون شما بله و ایشون وقتی اومد تو گفت شما دارین صبحانه سنتی میخورین گفتم بله اینجور کرد اینجور کرد به خدا بله آقای پورنگ میگم تو تخت بیمارستان تلفن چون نمیدی؟ نه دیگه چرا خانم پورنگ؟ تلفن دستی رو بدیم تلفن دستی مو بدم؟ بفهم خواهش کنم دستی رو بدیم بفهم 949-202-74-84 ولی حالا آقای من میگم تلفن خانم مینا پورنگ تلفن رایگان برای آمریکا و کانادا 1-800-206-27-27 تلفن برای تهران از تهران بخواید زنگ بزنید 949-202-74-84 تلفن دستیشونه. آفیس نمیدم چون میخوام که تلفن دستی رو بدم. نه آفیسم هست 552-60-60. حالا چرا آقای پورنگ میگیم تهران؟
همدانان از این در نقاط مختلف با ایشون تماس بگیرم. قلبم تهرانه. آره بله. بچه اهواز هستم. آخه. خیلی زیاد تهران. حسن آل سفر رو شما می‌بینید؟ بله، آل سفر یه چیزی داشت تو فیسبوک دیدم. آره اونم فیسبوکیه. به حال آره بچه خوزستانه. بله. به حال خیلی لطف کردین تشریف آوردین. خیلی ممنونم. آقا کاری از دست ما بر بیاد با کمال در خدمت هستیم. آقای سفر خیلی لطف کردین. شبکه شما یه برنامه این بری تو فکر انشالله. حالا بعدم بعدم صحبت میکنیم. عرض کنم که تشکر فراوان دارم از آقای علیرضا قادری کارگردان فنی برنامه. بسیار سپاسگزارم آقای پورنگ. خیلی خیلی خوشحال شدم. خیلی خوش انشالله همیشه سلامت باشی. مثلا امروز بگو بخند. خونسر خانم پورنگ که شما که همیشه موفق و موفق و موفق هستین. بازم بهتون تبریک میگم. متشکرم خیلی. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که نظارگر برنامه یه تاک شو، اولین تاک شو از شبکه جهانی آی تی ان بودی. این تکرار میشه جانم؟ این تکرار میشه قربان. حتما ساعتش آقای قادری خدمتتون خواهند گفت و بنابراین مجددا خداحافظ و روز روزگار و همه شما عزیزان خوش. شب بخیر. خیلی ممنون.